مجموعه پلیس وظیفه آرام بخشی در جامعه داره، حفظ امنیت، ارتقا امنیت در جامعه داره. در جمهوری اسلامی ایران مجموعه فرماندهی انتظامی کشور از مرزها در تا شهرها و روستاها همه جا مسئولیت مستقیم دارد. نقش بارز ایجاد آرامش و امنیت اقتدار است. خیلی از کشورها این گونه سازمان را ندارند، مجزا دارند، مجموعه های مجزا شهرها و مرزها، ولی در جمهوری اسلامی یک پارچه است، امنیت یک پارچه تعریف شده. و امروز هم شعار مرزبانی، شعار انتظامی، شعار پلیس در سطح کشور یعنی از مردم هست، برای مردم هست، در خدمت مردم هست، در چارچوب قانون. این شعار مجموعه انتظامی است. پرچمی که برافراشته مهربانی و اقتدار است. مهربانی برای عموم ملت، چه اونایی که شهروندای ایرانی هستند، چه آنهایی که مقیمی در ایران یا مسافر در ایران به عنوان تبعه و اتباع کشورهای دیگه. برای پلیس تفاوتی ندارد، امنیت و آرامش هموطنان خودش یا کسانی که وطن دوم به صورت موقت و میهمان انتخاب کرده. این تابلو و پرچم مجموعه فرماندهی انتظامی کشور است. از این جهت هر فردی که از هر کشوری به جمهوری اسلامی وارد می شود برای ما تکلیف است، امنیت و آرامش اون مشابه آرامش امنیت شهروندان ایران. امروز این مراسم افتتاحیه که مصادف شده است با ماه ربیع الاول، ماه مبارکی است. مجموعه انتظامی افتخار دارد که در دو دهه این مسیر رو برپا میکنه و این نمایشگاه رو ایجاد میکنه. امروز اگر ما 20مین نمایشگاه پاس رو داریم افتتاح میکنیم، در از دو دهه سابقه دارد، تجارب ارزنده دارد، دستاوردهای بسیار بالایی دارد. اشاره کرد دبیر محترم این نمایشگاه، یکی از اهداف این نمایشگاه برقرار کردن ارتباط و تعامل بین تولید کنندگان و بهره برداران است و تبادل تجارب است. در سالهای گذشته به همین نتیجه ما رسیدیم. هم تولید کنندگان توانستن عرضه کنند، هم توانستن با ارتباط با بهره برداران معایب و نقصهای تولیدشون رو احصا کنند، برطرف کنند، و هم توانستن مشتریاشون پیدا کنند و بهره برداران بیواسطه به تولید کنندگان وصل شدند. این یکی از دستاوردهای مهم این نمایشگاه. خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم همه فشارهای تحریم در این 40 سال گذشته پیشرفت‌های چشمگیری داشتیم، هم در نخبه پروری، مبتکری، نوآوری و مستقل و امن. این دستاوردهای در از همون نتیجه تحریم های کور دشمنان است. امروز در این نمایشگاه ما آثار مثبت تحریم رو میبینیم. مبتکرین و جوانانی که در اینجا خودشون رو و تولیداشون عرضه کردند، این افتخار ماست. جمهوری اسلامی علارغم همین تحریم های سخت اما امروز سرافرازه. یه فرصت بود
یک ظرفیت ایجاد کرد، ظرفیتی که خودباوری و بتواند حتی انتشار دهد و توسعه دهد برای هر دولت و مملکتی که نیازمند این تجارب ارزنده و تخصص است، از جمله در مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران. امروز در این نمایشگاه بیش از 50 غرفه خاص مجموعه انتظامی است، از نخبگان پلیس در اینجا استفاده شده. نیازهای واقعی آرامش مردم در اونجا ایجاد شده. بخشی از اینها در حال تست کردن در صحنه و در میدان، بخشی از اینها تولیداتشون به سایر بخشای اقتصادی انتقال داده شده و اونها بهره‌مند شدن. تو تولیدات کشاورزی، تولیدات صنایع‌های تبدیلی و حتی معادن، این دستاوردهای در اصل نخبگان پلیس جمهوری اسلامی است که الحمدلله ما اینها را شاهد هستیم. در کنار سایر بخش ها ما تعامل و تبادل بسیار ارزنده با بخش های لشکری داریم، مجموعه وزارت دفاع داریم، یعنی بخشی از نخبگان ما تعامل سازنده در ایجاد این بسترهای نوآوری دارند. امروز مجموعه دانش بنیان ها هویت دارند در مجموعه فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هم از این دانش بنیان در بومی مجموعه پلیس و مجموعه دانش بنیانه سایر بخش ها دست دارند.